بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو، عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند، این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مصاف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313. مؤسسه فرهنگی نور الزهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی سایت www.nurozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000 1006. تلفن 021 66 56 6000. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم دهه کرامت، علل خصوص فرا رسیدن میلاد مسعود و مبارک آقا علی ابن مصر رضا نگین ایران زمین و مایه مباهات و افتخار مردم این کشور. از اینکه بار دیگر در خدمتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. با توجه به زیغ وقت من خیلی سریع بحث رو شروع میکنم. نکته رو عرض بکنم فقط اینکه بعد از جسارت هایی که اینها به آقا رسول الله کردن و اینکه سعی این رو دارن که روز 11 سپتامبر رو تبدیل بکنن به روز مقابله با اسلام و حضرت رسول، این در حالی است که واقعا این تحرکات از یک دین الهی سر نمیزنه. یعنی ما واقعا این رو از سمت مسیحی‌ها نباید ببینیم، بلکه اینا صهیونیستان منافعی دارن و بحث قب شکنی باید صورت بگیره از چهره اسلام. پارسال قرآن آتیش دادن، امسال این جسارت رو کردن و تمام هم نخواهد شد. یعنی اینا کارشون هست، ما سخنرانی همون هست، یه سال و نیم پیش دو سال پیش عرض کردیم، گفتیم اینا اومدن تو فضای قب شکنی دیگه، من که نمیتونم برگردم سخنرانی گذشته رو درست کنم که هستش. این اومدن تو فضای قب شکنی، برنامه ریزیه. اگر خدمت شما عارض بشم، ما اومدیم در مورد بی بی حضرت زهرا رو صحبت کردیم، چون من دیدم قب شکنی صورت خواهد گرفت و دیدید که در همان حوزه اینها اومدن قب شکنی کردن. در تهران 5 شب ما در مورد همسران پیامبر صحبت کردیم، 5 شب قبل از اینکه اتفاق بیفته، چون میدیدم بسیاری از شبهات دارن پخش میکنن، آه پیامبر چرا اینجوری ازدواج کرده، نمیدونم چرا پیامبر با یه دختر 6 ساله ازدواج کرده. و اومدیم اثبات کردیم با سند مدرک از کتب برادران اهل سنتمون که همچین چیزی نیست، این یک تخیل و یک وهمیه. عایشه حداقل سنی که داشته بر مبنای کتب خودتون 17 سالش بوده وقتی ازدواج با پیامبر. منتها حالا اینکه یه سری فضیلت تراشی های صورت بگیره و این بحثا، یه سری مسائلی مطرح شد که امروز شده دستمایه غربی ها برای اینکه من توهین بکنن. خب بنابر این گذاشتیم که این دو شبی که در خدمت شما هستیم بحث این رو بکنیم که آیا واقعا یک مسیحی مؤمن و یک یهودی مؤمن، کسی که به عهد عتیق یعنی تورات 5 کتاب،
کتابیم کتاب‌های کتابت و نبوئیم کتاب‌های نبوتشون که مجموع میشه 39 تا کتاب ایمان داره و یک مسیحی که اون 39 تا کتابو که قبول داره هیچی 4 تا انجیل هم قبول داره و بقیه کتاب‌ها رساله ها اینا رو هم قبول داره مثل مکاشفات یوحنا رساله پولس به قرنتیان به کی باید یک فردی مثل آقا رسول الله قبول داشته باشه یا نه و برامون برای اینه که اثبات کنیم که آقا رسول الله نامش در کتاب‌های شما آمده بوده و اگر امروز همین که شما اسلام نیاورده اید اون دنیا باید جواب بدید برای اینکه وعده آمدن او داده شده. اینم قول به شما میدم در پایان این دو جلسه نگاه شما به نام مبارک آقا رسول الله فرق خواهد کرد، یعنی دیگه از این اس رو ببرید قند تو دلتون آب بشه. یعنی ما شأن آقا رسول الله خیلی مظلومه، خیلی مظلومه. در جهان نه در جهان اهل سنت و نه متاسفانه حتی در میان شیعیان هم شأن ایشون درست شناخته نشده. ما بشناسیم آقا رسول الله کیست. قرآن در نکات مختلف و در نقاط مختلف و در سوره ها و آیات مختلف اشاره به این داره که نام مبارک پیامبر و اشارات به آمدن او در کتاب های اینا بوده. به عنوان یک مسلمان بر ما حجت تمامه، به عنوان یک مسلمان. الذين اعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، اونایی که بهشون کتاب داده بودیم یعنی یهودی ها و مسیحی ها اهل کتاب یه جوری پیغمبر شناختن که مادر بچه‌شو می‌شناسه. پس گرای تاریخی داشتن، کد داشته آقا، یعنی یه نوشته‌ای داشته که گفته آقا برای این مبنای همینه. بعد انقدرم دقیق شناختن یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یه جوری که انگار پسراشونو می‌شناختن. ممکنه مثلا یک نفر بچه‌شو نشناسه؟ الان شما رو توی همین جمع پدرتون بیاد راحت شناساییتون می‌برد، صدی هم بخواه خود گیری من بکنیم چه ناساید میکنه میشناسد. مثالی که قرآن زده خیلی جالبه، یه جوری که مادر یا پدر بچهشو بشناسه اینا پیامبر رو شناختن. یا در آیه دیگری باز داریم مثلا هم فی التورات و مثلا هم فی الانجیل، پیغمبر که هیچ، یاران پیامبر الذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم، اینم در تورات انجیل هست. پیامبر به کنار، یاران پیامبر که در مقابل کفار سخت می ایستن، اشدا رحما بینهم، مظهر مهر و محبتن در میان خودشون، میگه تو تورات و انجیل هست. باز در آیه دیگر و از قال عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم گفت یا بنی اسرائیل، حضرت عیسی پیغمبر یهودیا بود دیگه، آخرین پیامبری که بر یهودیان آمد حضرت عیسی بود. اینقدر دینو تغییر داده بودن وقتی حضرت عیسی اومد دوباره یهودیتو مطرح کرد فکرن دین جدید آورده. برخی بر این نظریه ان که اصلا حضرت عیسی دین جدید نیاورده، یعنی برخی از کسانی که تاریخ رو بررسی، من نمیگم حتما درست میگن، عنایت داشته باشید، نگید رایفی گفت، بر این ان که اصلا حضرت عیسی دین جدیدی نیاورده، اصلا حضرت عیسی رو صاحب شریعت نمیدونن، میگن او آمد گفت تورات رو قبول دارم، بشارت میدم که پیغمبر آخر الزمان هم خواهد آمد. منتها آمد گفت چرا انقدر نزول میگیری، چرا انقدر زنا میکنید، چرا انقدر در حق من بدی میکنید، چرا انقدر کشت و کشتار میکنید، اینا فکر یه دین جدیدی. بلکه بسیاری از شاخصه های مسیحیت که اون رو از یهودیت متمایز کرده ساخته دست پولسه، نه حضرت مسیح. سه خدایی کار پولسه، گوشت خوک خوردن کار پولسه، مسیح رو خدا کردن به آسمان بردن کار پولسه، ختنه نکردن کار پولسه. که پولس یک فرد جاسوس نفوذی بود که خودش جهود بود، یهودی بود، آمد در دین مسیحیت، ترسید اینا برن به سمت این پیامبر الهی، مثل همون سیستمی که این بنی اسرائیل داشتن پیامبران الهی رو یا میکشتن یا تکذیب میکردن که تو قرآن آیشو داریم، همون سیستم رو اجرا کردن. همین بلا سر حضرت عیسی رو آوردن، اول تکذیبش کردن، بعد خواستن به کشتنش بدن، اما ماجرا به صلیب کشیده شدن. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله، والا بلا من پیغمبرم. این همین عبارت رو هم حضرت موسی داره تو قرآن، میگه والا بلا من پیغمبرم، برای چی من انقدر اذیت میکنید؟ یعنی اصلا با یه مش آدم عجیب غریب طرف بودن اینا. الیکم مصدقا لما بین یدی من تورات، من التورات،
من تصدیق میکنم اون چی که از تورات پیش شماست. و مبشرم به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، و بشارت میدم. مثلا انجیل کلمه ترجمه عربیش میشه بشارت، نه من خودم گذاشتم، باره هر موقع بخوام بخص میکنم. انجیل یعنی بشارت. گفت من اومدم انجیل بدم، بشارت بدم که یه پیامبری میخواد بعد من بیاد که اسمش پرگلتیسه، ستوده احمد و محمد. یا در سوره اعراف آیه 157 باز قرآن میگه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. اون پیغمبر درس نخوانده را که مکتوب، ببینید تاکید میکنه که این اسم مکتوبه، نه اینکه بگیم شفاهی میگفتند علمای دینشون میگفتن یکی میخواد بیاد. مکتوب نوشته شده هم در تورات هم در انجیل میگه هست. بگرد پیدا کن. بین علما یک دو نظر به وجود آمد. برخی گفتند که این یعنی این که این اسم و نام مبارک در انجیل و تورات تحریف نشده هست. الان که انجیل و تورات تحریف شده شما صدی به گردی پیدا نمی کنی. و برخی مثل بنده که من خودم قاطع علما نمیدونم، هیچی به کنار، من حالا نظر شخصی خودم یا که هست، هنوز هم هست، باز راهشو پیدا کنی به گردی پیدا کنی. امروز خواهیم بحث بکنیم که آیا به آمدن آقا رسول الله مسلمانان اهل بیت اینا کتاباشون کد دارن یا ندارن. طبعا از تورات شروع میکنیم به لحاظ تاریخی. اول خود تورات رو میگیم، میایم پایین تر میرسیم به کتابای دیگه انبیا، اینا اشعیا نبی، دانیال نبی، سفنیای نبی، حبقوق نبی و امثال هم مفصل بحث میکنیم. و یکی از دلایلی که بنده دارم این کارو انجام میدم مناظره ای است که آقا علی ابن موسی رضا با بزرگان یهود و مسیحیت انجام میده در دربار مأمون عباسی. مناظره میکنه، از کتب خود اینها استفاده میکنه. به عنوان مثال اشاره به کتاب حبقوق نبی توسط آقای امام رضا صورت گرفت. یعنی وسیله بوده که اهل بیت تایید کردند. سیره عملی اهل بیت نشون میده که باید از این روش استفاده کرد. به خدا من با یه خانم فرانسوی صحبت میکردم، ایشون شیعه شده، خانم گیوم اسمش گوشه زهرا، با ایشون صحبت میکردم. بعد گفتم تو کتاب مقدس رو میشنسی؟ خب معلوم من قبلا مسیحی بودم، میگه فولم. بعد من بحث کردم در مورد پیامبر و اهل بیت، اونم نه الان، 9 ماه پیش. ایشون برگشت به من گفت این مسائل رو بیاد به زبان فرانسه برای مردم فرانسه بگید، نصف فرانسه شیعه میشن. یعنی مردم پدر سوختگی که ندارن که، نگفتن واسه شون، علمای دینیشون نمیگن آقا، نمیگن، چون اگه بگن دکون دستگاهشون به هم میریزه، چون اگه بگن این جمعیت همین اسلام این رو موزل میدونن. حالا فرض بر این بگذاری که کل نصف اروپا رو مسلمان ها بگیرن، اینها هی زدن بر تبل دموکراسی، جمعیت مسلمان ها بره بالا، نماینده مسلمان میخواد، نماینده مسلمان رئیس جمهور مسلمان میخواد، قانون اساسی تغییر میده. اینا باک از این دارن. یک کشیش آلمانی در کلیسای در آلمان مقابل کلیسا خودشو با الکل آتیش میده، در اعتراض به گرایش بسیار زیادی که به اسلام وجود داشته. آمارشو نمیگن. تا 20 سال آینده دین غالب اروپا اسلام خواهد بود. اینا آماری که مؤسسه گالوب داده. تا 10 سال آینده مشاغل کلیدی روسیه در دست مسلمانان خواهد بود. اون وقت یه مسلمان اجازه میده به یه کشور اسلامی رو تحریم بکنی مسئول باشه؟ مسلمان ها، نمیگم اونی که الان گور به گور شده ملک عبدالله و امیر عبدالله، اینا هم ظاهرا مسلمان ها. این امیر عبدالله خادم حرمین شریفین هم هستش، میره با اوباما مشروب میزن. چی تو مسلمانی من نمیدونم. بریم ببینیم آقا اشاراتی شده بوده یا نه. قدیمی ترین متونی که شما بخواید پیدا بکنید و قدیمی ترین پیامبران، قرآن رو فعلا کار ندارم. ما داریم بحث اینا رو میکنیم و اینا کتاب خودمون که هیچی دیگه، سلمنا. اشارات و وعده هایی بوده که به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شده. یک مقدار سفر پیدایش کتاب اول تورات شاید مباحثش برای عزیزانی که بحثای ما رو پیگیری میکردن قبلا یه خورده تکراری به نظر برسه.
نه نکته داره اینا، دقت بفرمایید. اینجوری یک جا بیان نشده، سریع از این عبور بکنیم تا برسیم به بحث‌های دیگه. عهد خدا با ابراهیم و ذریه او، این در تورات آمده. کتاب پیدایش، تورات 5 تا کتاب داره، اولش پیدایشه. باب 12 آیه 1-3 میگه و از تو امتی عظیم پدیدار کنم، خدا و حضرت ابراهیم داره میگه، و تو را برکت دهم، نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی دید. هی تأکید بر برکت یافتن. و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند، و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. همه قبایل جهان برکت خواهند یافت از تو، به ذریه حضرت ابراهیم. گفت تو ذریت به بچه‌هات برکت میدم. خیلی خوبه، آیه قرآنشو داریم. اولا به ما مسلمانه گفت ملت ابیکم ابراهیم، یعنی شما ذریه کیید؟ ابراهیم. این کد اول، یعنی شما یکی از همون وعده های محقق شده به ابراهیم هستید. راستم میگه، ما پدر خودمونو کی میدونیم؟ حضرت رسول. انا و علی ابا و هاذه الامه، من و علی بابای این امتیم. بعد علی و رسول الله علیه ما سلام به کی میرسن؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل بچه حضرت ابراهیم. خب وعده داده، درست، حرفی نه. آیه دیگر قرآن بقره 124 قال و من ذریتی، میگه واسه ذریهش میخواست. خدا گفت به اون ذریهت میدم که ظالم نباشن، یعنی یه عده اینا ظلم میکنن از ذریهت، و واقعا هم همین شد. از ذریه حضرت ابراهیم یه عده ظلم کردن. عموی پیغمبر از ذریه حضرت ابراهیم هست یا نه؟ هست. اما ابو جهله، این جونور رو وقتی گرفتن کشتنش، سرشو بریدن، میدونید درخواستش چی بود؟ به مسلمان میگفت سر منو میخواد ببرید از ته گردن بزنید، از اینجا که کلمو که میذارن قاطی کلای خورده بالاتر باشه. ابو جهله، پدر نفهمی، ها اسمش هم روشه. بله ذریه. آقا بنی اسرائیل این همه گناه کردن، پیغمبر کشتن، از ذریه حضرت ابراهیم هستن یا نه؟ ظاهرا ژنتیکی هستن دیگه. اما قرآن میگه ذریه الزاماً آنی نیست که تو به عنوان پدر و پسر رو ژنتیک میخوانی. ذریه اونه که تو دل بدی به اون عقیده. حضرت عباس میشه پسر از زهرا، میشه یا نمیشه؟ شده. یا بنیه خطابش کرده، اون وقت هم اون برگشته گفته یا اخا ادرک اخاک. پس شده. خدا پس به ابراهیم و ذریهش قول داد، گفت ببین قول داد کل دنیا رو میگیرید، تمام قبایل زمین از تو برکت خواهند یافت. به این دقت بفرمایید. دو، تکرار قول بعد از به دنیا آمدن اسماعیل و قبل از به دنیا آمدن اسحاق. حضرت ابراهیم در تورات 8 تا پسر داره. اول اسماعیل توی 86 سالگی این به دنیا آمده. حضرت ابراهیم 86 سالش بود، معجزه بود، پسردار اصلا نمیشد حضرت ابراهیم، بچه دار نمیشد اصلا. بعد خدا در 86 سالگیش بهش اسماعیل رو داد از کنیز سارا زنش. 13 سال بعد از او، یعنی تو 99 سالگی یا 100 سالگیش 13-14 سال بعدش اسحاق رو تازه بهش داد. تازه تورات میگه بعد از اون یه زن دیگه گرفت اسم قطوره که از اون 6 تا فرزند به دنیا آورد، که اونو ما توی اسلام نداریم. یعنی من خیلی گشتم، من پیدا نکردم، شایدم باشه ها، من نگشت، فلذا مهمم نیست برامون. برامون مهمم نیست اون 6 تا دیگه کجا بوده. ما همین دوتایی که تایید شد و هم قرآن تایید کرده هم اونا دارن میگن کار داریم. نخست زاده پس شد کی؟ اسماعیل. وعدش رو شما ببینید که رسما اشاره شد. من اینا رو چون مجبورم من رو بخونم، دقت بکنید، وگرنه جلسه هم مستند نمیشه. من آیاتش رو جدا کردم، هی تون تون بعد اینا رو از رو بخونم. و چون ابراهیم چون آبرام 99 ساله بود، خداوند بر آبرام ظاهر شده، گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو. یعنی خدا به حضرت ابراهیم گفتش که من خدات هم، کامل شو پیش من، یعنی همون وسعت یافتن و کثیر شدن، کثرت یافتن. و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست، و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردان. دو بار تأکید، بسیار بسیار تو را کثیرت میکنم. حضرت ابراهیم 99 سالشه، هنوز اسحاق به دنیا نیومده. اسماعیل چند سالشه؟ 13 سالشه، هنوز هر رو نگرفته. دقت کنید، آبرامه،
ابراهام نشده. اینا معتقدن این حرفه حرف الهیه، حرفه حرف الهیه. نکته عجیب و هدیه به شما میدم، حرفه در ادبیات ابجد و جماتریا یهود پنج حرف، حرف پنجمه. ابجد چند شد؟ ابجد چهار تا، ها حوزگی درسته، ه پنجمی. یعنی میخواد بگه به پنج که میخواست برسه ابراهیم شد. این عدد پنج ناخواسته برای اینا بسیار مقدسه. کدام پنجه که حضرت ابراهیم چشم به آنها داره؟ این مد نظره. کدام پنجه که حضرت نوح لوحش پیدا شده؟ آقا تو موزه مسکو نگهداری میشه، تو اینترنت عکساش هست که یک دستی کشیده پنج تا انگشت، بر هر کدام نامهای مبارکی نوشته، ترجمه کردم به زبان سامیست که همین منطقه شام میشه الان، شام به زبان سوری آرامیست ترجمه شده، همین الان هستش. ای خدای بزرگ، از تو میخوام این کشتی من و آدمایی که توشن محفوظ بداری به برکت این پنج نام مقدس. اسما رو گفته کی؟ محمد، ایلیا، صلی الله محمد و محمد و عجل فرج، ایلیا، فاطیما، شبر، شبیر، حسن، حسین. او هست. یعنی حضرت نوح قبل ابراهیم بوده، قبل از ابراهیم علیه السلام بوده، اشاره شده بهشون. موزه مسکو همینا نگران میشه. اینا بی پدر مادر یه چیزی سنجاق پیدا کنن بوق کرنا میکنن غربیا. اینجور چیزا رو نمیان مستند بسازنشون بدن به مردم. چرا؟ چون فاتحه خودشون خونده میشه. این پنجه خیلی مهم بود. اصلا حضرت ابراهیم ذریه خواست، این پنج تنو میخواست. حضرت آدم هم حواسش به این پنج تن بود. آیه قرآنشو داریم. و از ابتلا فتلقا آدم من ربهی کلمات، بقره 37، اشتباه نکنم بقره 37، فتلقا آدم من ربهی کلمات، میگه اون کلمه ها رو گرفت، تلقی کرد، خدا گرفت، خدا گفت بخشیدمت، فتاب علی انه هو التواب الرحیم. بابا من نمیگم، زمخشری سنی داره میگه، حاکم نیشابوری صاحب مستدرک داره میگه. اگه من میگفتم یه حرفی، کنز العمال متقی هندی داره میگه، میگه حضرت آدم گفت یا حمید به حق محمد، یا آری به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اون پنج تا رو دید. حالا حضرت ابراهیم زرنگی کرد، گفت خدا، حضرت آدم مطمئن بود اینا از ذریه‌شن، چون اولی بود. من مطمئن نیستم، از تو میخوام اون پنج تا از ذریه من باشن. پنج میخواست. اون پنج از کی بهش داد؟ از اسحاق یا اسماعیل؟ اسماعیل. حالا میدونید این واقعه چه واقعیه؟ و ابرام 99 ساله است، اسماعیل بزرگ بزرگ شده. بله، همان واقعه است که پسر را به قربانگاه میبرد، سر ببره. سر بریدن پسر، تنها پسر را بخشیدن، کار سختیه، قبول دارم، اما اصل ماجرا این بود. خدا بهش گفت اون پنجتا از این پسرتن. اگر یک اسحاقی میداشت آزمون راحت‌تر میشد، میگم ببین اینو سر میبرم، 5 تا از اسحاقن مثلا، یه پسر بیشتر نداره، اونم تو پیری، آورده نخش تو بیابون، برگشته به دستور خدا، بعد 13 سال رفته سر بزنه، اومده اینو بزرگ شده، رشید شده، خوشگل شده، بعد میگه سر ببر، تازه اون 5 تا از ذریه اینا. گفت خدای ما رو گرفتی چجوری سر؟ گفت من خدا دارم بهت میگم. گفت بسم الله. بعد به خاطری که این کارو کرد، خدا یه پسر دیگه هم تازه بهش داد، اسحاق. این عدد پنج خیلی برای اینا مقدسه. این عدد رو آوردن تو ه. همین بهایی ها متأثر از یهودن، متأثر از یهودیت تحریف شدن. یعنی من سخنرانی انشاءالله درست حسابی اساسی در مورد این بهایی ها خواهم کرد و نکاتی رو اشاره میکنم که تا حالا پژوهشگرانی که توی حوزه بهاییت کار کردن ندیدنش. من چون حوزه کاریم روی یهوده، اینقدر اشتراک بین بهایت و یهوده دست رو تعجب کردم. یه ایام الهایی دارن این بهایی ها، میدونید دیگه، روز اینا، ماه اینا 19 روزه، سالشون هم 19 ماه داره، 19 ضرب در 19 میشه 361 روز. ما نمیدونم 4-5 روز آخر سال اینا چی کار میکنن، چجوری حساب هنگ میکنن، گیر میکنن فلان. شما میگی نفهمیدن، این نخیر عزیزم، اینطوری نیست. اون 4-5 روزی که آخر نگه میدونن، اگه سال کبیسه بشه 366 روز بشه 5، بهش میگن ایام الها. چرا ها؟ چون حرفه
پنج روزه است. یعنی اصلا کاملا واضحه که از یهودیت گرفته این تفکر رو. و این ایام الها جالب بدونید در یهودیت تحریف شده وجود داشته. اینا قائل بر این بودن که 72 تا شیطان زمین رو میچرخونن، خدای وجود نداره، مشرک مشرک. 72 تا 5 روز میشه چقدر؟ هر کدوم 5 روز حاکمن میشه 360 روز. 5 روز آخر سال اینا میموندن میگفتن شهر هرت، هیچ خدایی بر زمین حاکم نیست، حتی همون شیاطین، هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید. مراسم اینا انجام میدادن به عنوان اورگی یا اورجی، زنای دست جمعی انجام میدادن. همین تفکر رو تو بهائیت هست. متاسفانه پژوهشگرای ما نرفتن اینجوری ندیدنش. اصلا باید یه پژوهش مفصل در مورد ارتباطاتی که این بهائیت با یهودیت تحریف شده داره. هی میگم تحریف شده به خاطر اینکه مؤمنینشون من مخلصشون هم هستم. ما همه سخنرانیم گفتیم، ما با اهل کتابی که مؤمنن به خدا و پیامبران احترام میذارن، به جهان و آخرت اعتقاد دارن، انسانها رو عزیز میشمارن، ما مشکلی نداریم. تخم چشم من جادم، من با اون پدر سوختهاشون کردم. من همونجوری علی وهابی هم صحبت میکنم که متاسفانه میگن مسلمونن، فرق نداره که انحراف انحراف. عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم کرد. آنگاه آبرام به روی در افتاد و خدای به وی خطاب کرده گفت اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود. معادلش تو قرآن ملت ابیکم ابراهیم. و نام تو بعد از این آبرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را در امتها بسیار گرداندم. کسرت آمد توی تعلق پیدا کرد به آبرام، اسمش شد ابراهیم. پس اون دلیل تغییر در کسرته. متوجه شدی چی دارم میگم؟ اون هدیه‌ای که به ابراهیم داده شده، اون حرف ه رو گرفته. حالا این ما نمیگیم واقعا این حرف ه بوده یا نبوده، با اون کاری ندارم، اما اینا دارن اشاره میکنن به خاطر کثیر شدنه، به خاطر اون عهدی که خدا بسته. هنوز اسحاقی به دنیا بگید نیامده، اسماعیل به دنیا آمده، خدا قولو بهش داد، گفت تو بعد از این شدی، عهدمو بستم، خیال تخت. چه کار کرده بود مگر ابراهیم؟ اسماعیل قربانگاه برده بود، خدا وکیلی کم کاری نکرد. و الان میبینی بعضیا توی دخترزا همسرش 5 6 تا دختر به دنیا آورده، اون اسم آخریه هم میذارن بس، یعنی بس دیگه. بعد میزنه هفتمی مثلا پسر میشه، بابای چند سالشه؟ 50 خورده سالشه پسر. اصلا مثل جاسویچی میمونه این بچه پسره، هر جایی بره با خودش میبره، پسرم پسرم پسر. 86 سالش بوده بچه دار نمیشده، بعد پسر دار شده. چیکار باید بکنیم بچه رو؟ باید بذار رو سرت ها؟ یه گو باید بنزش وسط بیو چش. اصلا عبد حضرت ابراهیم، اوج عبودیه به خدا، خیلی کار سختیه. بعد تازه به یه جایی هم بندازش که مطمئنی اصلا هیچ جنبنده‌ای پیدا نمیشه، وسط ریگزار عربستان. این بچه افتاد پاشو زد به زمین و اون چشمه جوشید و مادرش اومد ترسید و به ابری گفت ایست زم، ایست زم، دوبار تکرار شد، چون زمزم و به خاطر اون آب بقیه و ساکنین اون منطقه آمدند و این ازدواج که حضرت اسماعیل کرد، اولادش شد آقا حجاز، شد عرب عدنانی و قحطانی و نمیدونم فلان که چی به وجود آمد. وسط اینگاه برید وسط کبیر لوط ول کنید، رفت وسط کبیر لوط فرض بکنید، ولش کرد گو خدافظ، خدا بهش گو هرچی تو بگی. اومد بعد 13 سال رفته سرزمین اینجا بابا سرسبز شده، مردم جمع شدن، آدمایی اومدن اینجا، پسرم چقدر رشید شده. گوه اینو بر سر ببر، سنگینه به خدا، سنگینه. چیزی شنیدیم دقت نکردیم. الان یارو یه بابای 99 سالش رو از دست میده، شروع میکنه کفر گفتن، خدا نبود نبود دیگه، از این سختی بالاتر رو گردن ما اون چقدر دیگه میخواست عمر کنه، وقت اضافه هم بوده اون بابا. بفهمیم چه کرده حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم عبده، پدر حضرت ابراهیم. تو قرآن به دو نفر ما گفتن الگو بگیرید از دو نفر، یکی پیامبر خودمونه، دومی حضرت ابراهیمه. خیلی عجیبه، میگه از ابراهیم الگو بگیرید. اوج عبودیت، اصلا میخوای تو صراط مستقیم باشی باید عبودیت ابراهیمی داشته باشی.
تو را بسیار نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خیش را در میان خود و تو و ذریه بعد از تو استوار گردانم که نسل بعد از نسل عهد جاودانی باشد. دقت کنید، و حضرت ابراهیم گفت نسل بعد از نسل، یعنی پدر، پسر، نوه، نتیجه همینجوری. تا اینا دقت باید بشه روشا، بحث دارم. و زمین قربت تو، یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریه تو به ملکیت ابدی خواهم داد. الان جهودا رفتن اونجا رو گرفتن، بنی این صهیونیستا میگن اینا آیشه، گفتن مال بابامونه، مال بابامونه، به هیچ ربطی نداره، اومدیم بگیریم. ما میگیم آقا مال باباتونه، به ارث داده. به کی ارث داده؟ به بچه های اسماعیل. دست مسلمان هم بود، بود یا نبود؟ تو از کجا پیدا شد اومد اونجا؟ بر مبنای آیه تورات برعکس استفاده میشه، اینو غلط کردن اومدم اونجا، باید برم بیرون. نکته جالب اینه یهودیان شاخه نتوریکارتا به همین آیه اشاره میکنن، میگن ما با یهودیا باید از اونجا بریم بیرون، چون این شامل حال ما نمیشه. این خاخام هایشون که با رئیس جمهور ایران دیدار دارن، میان ایران میرن، مثل خاخام فریدمن و امسالام، از این شاخن. خدا به ابراهیم گفت اما خدا به ابراهیم گفت اما زوجه تو سارا نام را سارای مخوان، بلکه ساره بخوان. میخواد ببین این حرم اینجا خودشون دادن به کی؟ به ساره. نکته عجیب، ما نام حضرت هاجر نمیدونیم چیه. هاجر ظاهرا صفت به معنی چی؟ کسی که هجرت میکنه، و این نام چیست؟ عربی است. در حالی که تورات میگه هاجر کنیز مصری بوده، کنیز مصری سارا بوده، اصلا نام عربی قاعدتا نباید میداشته. اینو دقت بفرمایید، صحبت 4000 سال پیش عزیز من. خود حضرت ابراهیم هم عبرانی نیستا، خود حضرت ابراهیم اهل کردستان عراق بوده. کنونی ها اون موقع کیا اونجا بودن نمیدونه، باید بررسی بشه. بچه عراق بوده، بین النهرین بوده، تو شهر اور بوده، با نمرود سر و کله میزده، بعد کوچ کرده رفته اونجا. اصلا این واژه هبره و ابری، بعضی ها میگن به خاطر عبور ابراهیمه، بعضی ها به خاطر این میگن که نام جد چندم حضرت ابراهیم، پدر بزرگ چندمش میشه آبر، نام آبره، میگن از اون گرفته شده. نه بگذاریم. بعد میبینیم این جریان که تا آیه 10 ما توضیح دادیم، تا آیه 10 توضیح دادیم، از آیه 16 به بعدش تازه میگه ساره در آینده بر تو بچه رو به دنیا خواهد آورد و او را برکت دادن، پسری نیز از وی به تو خواهم بخشید. پس قبل از به دنیا آمدن اسحاق، بعد از اسماعیل، خدا وعده داد به ابراهیم، گفت زمینو میگیری شما، بچه های تو کثیر میشن. آقا انقدر که من روی این کثرت این بچه ها تاکید دارم، روی هیچی تاکید ندارم، چون میخوام به وقتش گلشو شکار کنم. باب 21 کتاب پیدایش، خدا به اسحاق برکت میده ولی کماکان عهد رو با اسماعیل نگه میداره. خودتون برید بخونید، رسما میگه اما اسماعیل عهد با او بسته خواهد شد. من براتون بخونم، حالا نمیخوام از اولش هم بخونم چون وقت تلف میشه، آدرسش دادم، خودتون برید بگید. حالا اینجا بخونم. و اما این امر به نظر ابراهیم درباره، پس به ابراهیم گفت سارا وقتی که دید هاجر بارور، حسودی کرد. پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اینجا یه گافی داده شده. خب این نشون میده که چی؟ انگار این بچهش به دنیا آمد، در حالی که 13 سال فاصله دارن با هم دیگه. اگر بپذیریم که اسماعیل رو دیده بوده بعد اخراج کرده، آیای قبلیش به هم میریزه. یعنی وقتی اینا تحریف میکنن، یه برات خراب بکنی همیشه جور نیستش دیگه، یه جا دیگه میزنه بیرون. اینجا داره میگه نگاه کن، به ابراهیم گفت این کنیز رو با پسرش بیرون کن، پس اسماعیل به دنیا آمده، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. پس پسرش هنوز به دنیا هم آمده. یعنی اسماعیل اون موقع چند سالشه؟ 13 سال، خود تورات میگه 14 سالشه. حالا گیریم که دور، فرقی نمیکنه، نتیجه که میخوایم بگیریم چیز. اما این به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد. یه نکته دقیق، حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل علیهما السلام هر دو پیامبر بزرگ الهی، ما هر دو تاشون رو احترام میگذاریم، از پدر یکی‌اند. بنی اسرائیل میخوان بگن ما خواستیم، باید کیو خواست کنن؟ مادر رو.
از پدر یکیان، بعد کیو خاص بکنن؟ مادر رو. الان یهودیان نسلشون از کی، از چه طریق منتقل میشه؟ مادر. این همین بحث مونده. قرآن کدشو به ما داده، حضرت هارون به حضرت موسی میگه یبن ام، دقت کردید؟ پسر مادرم تو قرآن اشاره شده. اینا به خاطر این که بگن ما مهمه ایم، اگه میگفتن خب ما هم پسریم، عربا میگن خب ما هم تازه پسر ما هم پسرشیم، تازه ما بزرگزاده ایم، یعنی پسر بچه بزرگیم که خیلی اون موقع امر مهمی بوده، هنوز هم هست، مونده 4000 سال پیش چی بوده، مجبورن مادر رو مهم بکنن. متاسفانه ادبیات رو از زبان سارا آوردن که چی؟ گفتش که زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. گفت این بچه کنیزه، بچه من زن آزادم، اون کنیز. خب این نجات پرستی. جالب بدونید این بحث رو چنان خدا شکسته که نگو. چند تا از ائمه ما مادرانشون چی بودن؟ بگید. کنیز بودن. یکیشون کی؟ آقا صاحب زمان به اسیری گرفته شد، آوردن امام حسن عسکری میخره، کنیز رو آزاد میکنه، به عقد خودش در میاره، ازدواج میکنه آقا صاحب زمان. فقط امام زمان نبوده ها، در مورد امامان دیگر هم ما داریم. یکی از مادران یکی از امامان، حالا من برای اینکه ممکن شک داشته باشم اسم میبرم، مال مغرب مراکش بوده، از اسرای اونجا بود آورده شد. خدا میخواست این نجات پرستی رو بشکنه، چون پدر نجات پرستی کیست؟ شیطان. من از خاک، من از آتیشم، اینا خاکن، نجات شدید. متاسفانه این ادبیات هست. حالا ما نمیدونیم واقعا حضرت سارا این حرفو زده یا نزدهشو، نمیدونم، خلاصه اینا نوشتن. اما این امر به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت اومد. خب معلومه بایدم سخت میومد. خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه سارا به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریه تو از اسحاق خوانده خواهد شد. اینو خودشون گفت. و از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم، زیرا که او نسل توست. تأکید شد که حضرت اسماعیل نسلشه. بامدادان ابراهیم برخواسته نان و مشک از آب گرفته به هاجر داد و آنها را برای و آنها را بر دوش وی نهاده و او را با پسر روانه کرد. پس رفت و در بیابان بئر شب میگشت و چون آب مش تمام شد پسر را زیر بوته گذاشت و به مسافت تیر پرتابی رفته و در مقابل وی بنشست، زیرا گفت موت پسر را نبینم. و در مقابل او نشسته آواز خود را بلند کرد و گریست و خدا آواز پسر را شنید و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا کرده وی را گفت ای هاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش، زیرا خداوند آواز پسر را آنجایی که او شنیده است. خدا به زبان عبرانی میشه ایل، شنید میشه اشمع که عربیش میشه اسمع ایل. خدا شنید میشه چی؟ اسماعیل نامش رو. حالا میگم این گافو دادن برای همینه. جالب اینجا نگاه، چرا میگه نام تو را شنید و فلان اینجور چیزا؟ زمانی که یعنی حضرت اسماعیل 13 ساله شده اسمشو گذاشتن اسماعیل، یا همون موقعی که به دنیا آمده بوده؟ این اتفاقات مال اون موقعی است که به دنیا آمده بوده. واقعا همون موقع هم اسماعیل یعنی همین. خدا صدای زجهشو شنید، صدای گریهشو شنید، آب زمزم از زیر پاش توشون. رای فاران یا پاران، این یادتون باشه، این کلید واژه است. دو تا از اون موقع گفتم، یکی کسرت که از طریق اسماعیل اثبات شد، دو اینکه تو سرزمین فارانه. بنابر عقاید و سنن کهن عبرانی، عبرانی یعنی یهودی، نخست زادگی ترجیح داده شده. خودشون میگن، من اصلا با خوب و بدش کاری ندارم. خودش میگه 4 تا آیه برات بخونم. و اگر مردی را دو زن باشد، یکی محبوبه و دیگری مکروهه، یعنی یه زن محبوبه باشه آزاد باشه که مکروه باشه مثلا کنیز باشه، و هر دو برایش پسران بزاین، هر دو هم پسر بدونه، این شد حالت کی؟ هاجر و سارا. و پسر مکروه نخست زاده باشد، دقیقا شد همون دیگه، اسماعیل پسر بزرگ است. پس در روزی که اموال خود را به پسران خیش تقسیم نماید، نمیتواند پسر محبوبه را بر پسر مکروه که نخست زاده از حق نخست زادگی بدهد. یعنی پسر همون زن مکروه چون اولینه، باید حقشو چی بگیره؟ طبق آیین یهودی. چه جوری؟ اینجوری، بلکه حصه مضاعف از جمیع اموال خود را به پسر مکروه داده، یعنی باید دو برابر تازه بهش ارث بده.
او را از نخست‌زاده خیش اقرار نماید، زیرا که او ابتدا قوت اوست و حق نخست‌زادگی از آن او میباشد. باب 16. و فرشته خداوند به وی گفت، به کی داره میگه؟ به هاجر داره میگه، و گفته هاجر کنیز سارا، از کجا آمدی و به کجا میروی؟ گفت من از حضور خاتون خود سارا گریختم. فرشته خدا به وی گفت نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. و فرشته خداوند به وی گفت ذریه تو را بسیار افزون گردانم، به حدی که از کثرت به شماره نیایند. و فرشته خداوند وی را گفت اینک تو حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا که خداوند تظلم او تو را شنیده است. یه پارادوکس با آیه قبلی، اینجا هنوز اسماعیل به دنیا نیامده، خدا این وعده را بهش داده، اونجا باز دوره پارادوکس بود. پس بازم میبینیم که این بحث چی شده؟ اشاره شده. متاسفانه تو تحریفایی که شد یه کینه عظیمی از حضرت اسماعیل وجود داره. اصلا یه جاهای توهین‌های بدجوری به حضرت اسماعیل کردن. با اینکه نخست‌زاده حضرت ابراهیم خودشون آیه دارن که خدا گفته اولاد تو رو کثیر می‌کنم انقدر زیاد که مثل ستاره‌ها باشن، به شمار نیاین. ما الان سوال داریم، تعداد یهودیای دنیا 15 میلیون نفر، تعداد مسلمان‌ها 1,500,000 نفر. دو تا صفر باید بذاری جلو اون چقدر؟ ها؟ الان به من بگو ببینم برادر من، خدا وعده الهی در مورد کی محقق شده؟ خب معلوم مسلمان. دو، اینو دقت کنی، خدا گفت نیل تا فرات رو به ارث بچه های تو میدم. نیل مصر، فرات عراق. از نیل تا فرات بیشتر مسلمان داریم یا یهودی؟ مثلا همه شون مسلمانه. یه تیکه هستش اون رژیم صهیونیستی به زور کوچوندن رفتن اونجا، اونم اسرائیل چیزی که به زور نگرش داشت، یعنی در بره فنراش در بره میپاشه به هم. این نکته که میخوام دقت بفرمایید و از آخر این بس نقاط جدید ما ویژه شروع خواهد شد. خب او را برکت خواهم داد و امتها از وی به وجود آوردن و ملوک امتها از وی پدید خواهند آمد. کتاب پیدایش باب 17 آیه 18-19 به بعد میخوانم. آنگاه ابراهیم به روی در افتاده بخندید و در دل خود گفت آیا برای مرد 100 ساله پسری متولد خواهد شد و سارا در 90 سالگی خواهد زایید؟ حضرت اسماعیل 14 سالشه، خدا وعده داد تو 13 سالشه، زمانی که ابراهیم 99 سال است گفت سال دیگه زنت میخواد بده. خندید حضرت ابراهیم، گفت من پیرمرد 100 سالمه، سارا 90 سالشه. بعد میگه اینو گفت و ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. گفت اسحاق و ولکن، من میخوام در مورد اسماعیل. خب ببینید چی گفت، یعنی همینی که الان دارم، همینی که زنده است. خدا گفت به تحقیق زوجه از سارا برای تو پسری خواهد زاید، اسم او را اسحاق نام بده و غیره. اما اینجاشو گوش کنید، اصل بحثی که دارم اینجاست. اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم. متاسفانه من تو بعضی از سخنرانی گفتم باب 16، این باب 17ه. من تو این نرم افزاری که توراتی که داشتم الکترونیکی دوتا باب و پشت سرم به اشتباه 16 زده بوده، هم 16 و 16 زده، هم 17 و 16 زده بوده. اما 17 و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، به حضرت ابراهیم داره میگه اینک او را برکت داده، بارور گردانم، او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم. خدا وعده داد. یک، در خصوص اسماعیل اجابتت میکنم، یعنی یه چیز خاصی ویژه فقط در مورد اسماعیل میدم. دو، برکتش میدم. برکت دادن اینا خودشون تو کتابشون گفتن یعنی پیامبری. برکتش میدم، بارورش میکنم، خیلی زیادش میکنم، 12 تا هم رئیس از او به وجود آورم، که اینو با کلی شیطنت کردن 12 رئیس، فارسیش 12، عربیش 12 امام. خب این 12 امام ویژش حتی شیعه هم داره اثبات میکنه از نسل اسماعیل. اما یک نکته ای رو شیطنت کردن، اینه که شما تا متن عبری رو نخونید متوجه نمیشید. من متن عبری رو براتون از سایت اینا خودشون رفتم گرفتم، از biblis.com، سایت کتاب مقدس، و اینا من دارم تورات عبری برای اینکه تصویر گرفته باشم بتونم پخش کنم. دوستان اگر نشون بدم من ممنونشون میشم. ببینیم چی تو تورات نوشته. یه صلوات نهت بفهمیم.
حالا نمیدونم وصل قرار بشه یا نه. بود ما اونجا دیدیمش یه مدت بود، دوستان عوض کردن. خب اون تصویر لپتاپ ما که قشنگتر بود که. بدین سیمش شد عوض بکنید، خدا خیرتون. حالا حواستون به من باشه تا دوستان اینا تصویر رو میدن پخش بشه. یه اتفاقی که در مورد کتاب مقدس افتاده اینه، این کتاب به زبان کی بوده؟ کتاب حضرت موسی تورا 3000 سال پیش بوده، 3200-300 سال پیش بوده. بله حالا من خودم باز ندارمش، نه درستش میکنم. خب الحمدلله 3200-300 سال پیش بوده. اون موقع زبان انگلیسی بوده، فارسی بوده، زبان عبری بوده. یک سایتی هست این آیات رو به زبان عبری نوشته، انگلیسی معنیش هم جلوش نوشته، تلفظش هم نوشته. نکته جالب اینه، این همون آیه است، آیه باب 17 آیه 22 اینه. من از این تیکش که مد نظرم برای شما میارم تا اینجا میرسه که از او امتی عظیم به وجود میارم و از او، دقت بکنید، این کلمه عبری، این کلمه عبری رو نمیدونی چی ترجمه کردن، خیلی زیاد. بعد دوباره یک کلمه دیگه که این حرف ب اولش نیست و دوباره چیکار کردن؟ اونم خیلی زیاد ترجمه کردن. یعنی شیطنت فهمید چیکار کردن؟ از عبری به انگلیسی بردن، یک کلمه رو کلن حذفش کردن، جاش یک کلمه دیگه گذاشتن، باز از انگلیسی رفته به عربی، از عربی اومده به فارسی، کلی چرخیده. یعنی فاتحه یک کلمه رو چیکار بکنن؟ اینجوری بخونن. اما ما عین همینو که خودشون تو سایت خودشون گذاشتن تو کتاباشون هست میخونیم. به میبینید میعد میعد، به معد معد، ثانی عشر، ثانی عشر و دوازده امام پدید آورم، یولد ولد، از زبان عبری و عربی ریشه مشترک داره، به دنیا خواهند آمد از اسماعیل. پس از اسماعیل، شما گفتین تو فارسیش اینا چی گفتن؟ الان بری به توراتو بخونی، میگه و از او دوازده رئیس پدید خواهند آمد. به معد معد و کلن حذف کرده، امامو کرده رئیس، به دنیا خواهند آمد و به وجود خواهند آمد. رسما داره میگه، میگه به معد معد و دوازده امام از اسماعیل به وجود خواهند آمد. الان ما حرف اون اینه که معد معد کیه که تو زبان شماست و شما به زور دارید کلا سر خودتون میذارید که اینو نبینید؟ ها؟ به زور دارید کلا سر خودتون میذارید که عمدن اینو نبینید؟ خیلی دیگه باید آدم، من این کلمه رو آوردم تو ترنسلیت گذاشتم، تو ترجمه گذاشتم بذار ترجمه کنه. چی ترجمه کرد؟ اسمو که نمیتونه ترجمه کنه، چی ترجمه کرد؟ به مد مد، دوباره به مد مد، مد مد. آره دارید میفهمید، باریکلا، همین اسمو خواستم بشنم، همینه. پس به این بوده، همین الان نشون دادم، این الان هم هست. یعنی تورات عبری الان بگیری به مد مد همین الان هست، اما ترجمه انگلیسی که میخونی مد مد نوشته بسیار زیاد، بسیار زیاد. به مد یه دونه گفته، مد دیگه‌ش هم آورده یکی زیاد کرد، یعنی زیاد زیاد. خب این شیطنت اینجا بینید. حالا نکته جالب اینه که طبق جاماتریای یهود، یعنی این همون نکته که داشت عرض میکردم خدمت شما، جاماتریا یعنی علم الاعداد یهود، اگر دو کلمه ابجد برابر داشته باشن بسیار بسیار برای اینا اهمیت پیدا میکنه و اینا اعتقاد دارن که یکسان پیدا میشه. حالا نکته جالبش اینه که به مد مد، به مد مد دقیقا ابجدش برابر با نام مبارک محمده. خب این میخواستم، یعنی هر دو ابجدش میشه 92، برید حساب بکنید. خب یعنی این همین الان، الان که داریم ما صحبت میکنیم هست، وقتی قرآن به من میگه برو هست، اینا دارن، شک نکن، برو بگرد. من خدا کتابم تبیانا لکل شیء، همه چی توش هست. اگه قرار بشه که توی تحریف شده هاش باشه، نه آقا، احکام قرآن اینجوری که تسری داره برای تمام زمانها. قرآن اصلا کتاب انسانه، برای اینکه تو زمان و مکان نمی گنجه، لا زمان و لا مکانه، بلکه همه زمان و همه مکانه. سوال، آیا اسحاق ذبیح الله، ذبیح یعنی قربانی، یا اسماعیل، سندی داریم تو تورات؟ اولا اون مثالهایی که گفتم 13 ساله بود فلان به همان، اون بکنن یه سند دیگه برای شما میرم.
کتاب پیدایش باب 22 دقت کنید. چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود رسیدن، آیه 9 تا 13، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود و هیزم را برهم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم مذبح نهاد. همش گافه. ببین چرا؟ برای اینکه میگه ابراهیم، این قاعدتا هنو هو نباید گرفته باشه، چون هنو آزمونی پس نداده که، درست شد؟ اینو برداشتن، جا اسماعیل رو برداشتن، اسحاق گذاشتن. حالا و ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خیش را ذبح نماید. در حال فرشته خدا، یعنی همون لحظه، در حال فرشته خدا از آسمان وی را ندا در داد و گفت ای ابراهیم، عرض کرد لبیک، گفت دست خود را بر پسر در مکن و به دو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا میترسی. گفت نمیخواد بکشیش، فهمیدم که تو از خدا میترسی. اینجاشو گوش کنید، با این نکته، با این یه جمله کنم. چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. پسر یگانه، یعنی تک پسر خودتو از من دریغ نکردی. ما میگیم چطور حضرت اسحاقی که 13 سال قبلش خودتون میگید اسماعیل به دنیا اومده، بزرگ شده، رفته تو سرزمین فاران. پس این همان اولی است که هنوز هیچ فرزندی نداشته. یعنی وقت اومده یه جاشو درست کرده، یه جاشو بالاخره دروغگو میگن که حافظه است، یه جاشو یادش رفته و خدا به ما میگه برید، من خدا اجازه ندادم نور الهی بپوشونن، برید میتونی برید پیدا کنی. این نشون میده که اون ذبیح الله کی بوده؟ اسماعیل. و وقتی هم آیه قرآنشو داریم دیگه، ما اینقدر به آقا صاحب از زمان وقتی داریم سلام میدیم، به اهل بیت داریم سلام میدیم، شروع میکنم از حضرت آدم، همینجوری میایم ابراهیم خلیل الله، میگیم اسماعیل ذبیح الله. خب و جالب اینجاست، ما قرآن هم خیلی قشنگ اشاره کرده، میگه و فدیناهو بذبح عظیم، او را به خاطر ذبح بزرگی بخشیدیم، که اون ذبح باید از ذریه همون پیامبر باشه، همون ذبیح باید باشه، همون قربانی باید باشه. و خدا گفت ما اون گوسفند رو نمیتونیم ببینیم، ما توهین به حضرت اسماعیله، توهین به حضرت اسماعیله، که یعنی اون گوسفند یعنی بزرگتره، چه حرفیه، پناه بر خدا. و از ذریه اسماعیل قربانی میاد که خدا او رو میپذیره، صلی الله علیه و آله عبدالله. او تو سخنرانی راز ذریه اینا رو کلن توضیح دادن. پس این مسئله کاملا آشکارا هست. وقتی الان اینو به یهودی ها میگی شما چه جوابی داری برای این؟ میرین چی میگه؟ میگه پسر کنیز که نعوذ بالله، ببخشید، پناه میبره، آدم حساب نمیشه که. مهم مادرشونن که اون کنیز بوده، سارا آزاد بوده. اینم باز یه گفه دیگه، میدونی چرا؟ یه بره دیگه ماجرا به هم میریزه. کجا؟ اونجایی که شما برمیگردی میگی ببخشید شما بنی اسرائیل از کید؟ میگن از 12 تا پسر حضرت یعقوب. میگیم شرمنده، این 12 تا پسر 4 تاش که کنیز زاده است که، درست شده نه؟ حضرت یعقوب 4 تا از فرزندانش از زنان چیشن؟ کنیزشن، دان، نفتالی، جاد یا یاد، اشیر. یعنی یک سوم بنی اسرائیل قاطی آدمی زاد نباید حساب کنی برای نیست اگه مبنا دونه، کما اینکه ما میدونیم خدا همچین مبنایی نداره و عقل هم نمیپذیره همچین نجات پرستی، همچین چیزی نمیپره، هرگز ما قبول نخواهیم کرد. من چقدر دیگه وقت دارم آقا؟ تا صبح چی برادر؟ سحری میخوام بدم من کجا؟ من کی باید ببینم چقدر دیگه وقت داریم؟ چقدر؟ 10 دقیقه؟ 15 دقیقه؟ آها 15. اینجی دارن آدرس میدن من. آقا این از این. نکته بعدی، آیا باز اشاره شده؟ بله. کی دیگه اشاره کرده؟ خود حضرت موسی. حضرت موسی اشاره کرده با آمدن پیامبر؟ بله، ما میگیم اشاره کرده. سند داری؟ بسم الله، رو میکنی. کتاب تثنیه، تثنیه باز یکی از 5 کتاب چیه؟ تورات. حواست به منه، دقت بکنید، این کتاب خودتون نیست حفظ بمونید تو ذهنتون بمونه، باید خود دقت بیشتری بدید. کتاب تثنیه یکی باز از اون 5 کتاب توراته، تورات 5 جلده. ببینید چی میگه با آیه 18 و 19، و خداوند به من گفت آنچه گفتند نیکو گفتند. حضرت موسی داره به کی میگه؟ به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کیان؟ هر 12 قبیله، درسته؟ داره براشون میگه، میگه خداوند به من گفت آنچه گفت
و خداوند به من گفت آنچه گفتند نیکو گفتند. نبی را برای ایشان، برای کیا؟ برای بنی اسرائیل، برای ایشان، سوم شخص میشن دیگه، برای ایشان از میان برادرانشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را بر دهانش خواهم گذاشت. میگه عیناً حرف منو خواهد گفت، هر آنچه که میگه حرف منه و هر آنچه به او فرمایم به ایشان خواهد گفت. وعده داد خدا. این کدوم پیغمبره که عیناً وحی خدا رو میگه، کلام خدا رو داره اشاره میکنه و از میان برادران ایشانه؟ اگر از قرار بود از خود بنی اسرائیل بیاد، میگفت از میان برادران تان برای تان یکی رو میارم، چون حضرت موسی خطابش همه این 12 قبیله است، بعد خودشونو میگفت، میگه از میان برادرانشان. اینا که کجا برادر دارن؟ سرچ کنی تو تورات فقط یه برادر از میان برادران پیدا میشه، کی؟ فرزندان اسماعیل، چون اسماعیل و اسحاق با هم برادرن، از میان برادرانشان فقط میشه از فرزندان اسماعیل. و کما اینکه پیغمبری که شبیه حضرت موسی باشه فقط با آقا رسول الله جور در میاد، هیچ پیغمبر دیگه تو بنی اسرائیل جور نیست. دلیل داریم. مسیحی ها میگن نه، عیسی رو گفته، ما رو گفته، پیغمبر ما رو گفته. ما میگیم بابا حضرت عیسی از طریق مادرش میرسه به یهودا، یهودا یکی از همون 12 تاست، میگه برادران تان، از میان خود تان، میگه شان. دقت کنید. دو، حضرت عیسی چه شباهتی با حضرت موسی داشت؟ به نظر من هیچ شباهتی نداشت. مثال، شباهت های حضرت موسی به پیامبر ما خیلی بیشتره. چرا؟ اولا اینکه هر دو هجرت کردند. آقا رسول الله برای اینکه حکومت الهی تشکیل بده رفت به مدینه، حضرت موسی آمد به کنعان، به این سمت آمد، از دریا ردشون کرد. دو، هر دو جهاد کردند، شمشیر به دست گرفتن. حضرت عیسی نه هجرت کرد نه شمشیر دستش گرفت اصلا. حضرت عیسی معروفه که وای ماجیت کاری میزنی تو گوشش، گفته بیاد اینورم بگیرید. حالا ما قبول نداریم، ما میگن دیگه. سه، آزمون هایی که گرفته شد از حضرت موسی این آزمون هایی است که از پیامبر ما گرفته شد. اول آزمون اقتصادی گرفته شد، لن نصبر علی طعام واحد. آزمون شعب ابی طالب اقتصادی گرفته شد. آزمون جهاد گرفته شد، گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. به پیامبر ما هم گفتش که آقا برید جهاد کنی بعد احد خندق تا دلتون بخواد. هر دو هارونی برای خودشون داشتند که چه ویژگی داشته باشه. حضرت موسی گفت و هو افصح مني، فصاحت داشته باشه و تصدیق کنه منو. شما میبینی امیرالمومنین خود آقا رسول الله میگه که از احادیثی است که شیعه و سنی متواتر بیان کرد، وهابی هم نمیتونن زیر سوال ببرن که یا علی تو برای من مثل هارون برای موسایی. بعد فصاحت رو تو امیرالمومنین میبینید، تصدیق کردن پیامبر رو در امیرالمومنین میبینید. صدیق اکبر فاروق اعظم در روایات اهل سنت به امیرالمومنین اشاره شده و اینکه به خلیفه اول گفته شد صدیق و به خلیفه دوم گفته شد فاروق، اهل کتاب این نسبت رو دادن. جالب بدونید، یهودی های شمال مدینه این نسبت رو دادن به اون دو فرد. سند داره، اینا که دارم میگم واسه خودم نمیگم، دو تا سند درست حسابی برای من بیان نشون بدن که پیغمبر گفت تو صدیقی و تو فاروقی به خلیفه اول دوم. همه جا اومده که اهل کتاب گفتن، اصلا اونا میخواستن رد و گم کنن، اونا دنبال اون بودن. مرگ در بستر، مرگ طبیعی در بستر، درسته؟ یعنی در رخت خواب دراز کشیده، هم حضرت موسی هم حضرت پیامبر. حضرت عیسی رو که خودتون میگید به صلیب کشیدن، ما هم که میگیم اصلا کشته نشده، با آسمان برده شد، اصلا نه مرده. صاحب شریعتن هر دو، اصلا حضرت عیسی صاحب شریعت نیست. عرض کردم، گفت من تورات رو تایید میکنم و اومدم بگم این پیغمبر بعد من داره میاد. اسم کتابشون انجیله، من نمیدونم اینا چجور روشون میشه والله بالله. و این نکته رو عنایت داشته باشید، اون پیامبری که از میان برادرانشون از میان بنی اسماعیل میخواد بیاد که شباهت هایی به حضرت موسی داره و فلان. خب پیامبری که منتظرش بودن از میان اعرابه. آقا سند داری؟ بله، سند قشنگ براتون دارم، به هیچ وجه کتمان پذیر نیستش. حواستون به من باشه، چیزی نمیخوام من پخش کنم. یعنی تورات ناطق رو باید شما اینجا ببینید.
و این است کتاب تثنیه باب 33 آیه 1 تا 4. خوب گوش کنید. و این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل برکت داد، قبل اینکه بمیره یه وعده ای داد. ببینید چی گفت. و گفت یهوه خدا از سینا برآمده. خدا که از این ور اون ور نمیره، منظور احتمالا همون حرکت الهی و وحی خداست دیگه، یعنی خدا که این ور اون ور نمیره. و گفت یهوه سینا، یهوه از سینا برآمده. سینا کدوم کجاست؟ کوه سینا. کی اونجا بود؟ خدا حضرت موسی. بر ایشان طلوع و از سایر بر ایشان طلوع نموده. نکته جالب، وحی بر کجا بر حضرت عیسی میاد؟ در کنار کوه سایر در نزدیکی اورشلیم. یعنی وعده پیغمبره اول موسی رو گفت، گفت بعدش کجا؟ ببین نور از موسی میزنه در سایر طلوع میکنه اون کوه سینا. با سه تا کوه خدا مثال زده، سینا، سایر، و بر ایشان طلوع نموده. و از جبل فاران درخشان گردید. یعنی اوج اتمام و کمال این نور در کنار کوه فارانه. خاطرتون هست آیه تورات خوندم که گفت اسماعیل کجا رفت؟ فاران. و جالب، من از خود تورات اثبات میکنم که فاران همین حجازه. اینا الان خیلی علاقه دارن بگن فاران این ور اون ور میکنن، که بگن یه جایی مثلا توی خود مثلا نزدیک اورشلیم، که بگن این پیغمبر ما نباشه. اما نمیتونن دیگه، کتابی که قبلا نوشته شده نمیتونید عوضش کنی، دست همه هست. اینجا رو گوش کنید. توی اون آیه از قرآن من عرض کردم، گفتم خدا علاوه بر پیامبر به کیا دیگه اشاره کرده بود؟ به مسلمونا. و از جبل فاران درخشان گردید و با هزاران هزار و با ده ها هزار انسان مقدس آمد. جالب بدونید اسلام چه دیگه تمام دشمناشو شکست داده؟ فتح مکه. دیگه ابو سفیان رو شکست میده، با ده ها هزار نفر از مدینه وارد مکه میشه. مکه همان سرزمین فاران در توراته. مدینه چیه؟ تیمان. تیمان، شمال مدینه رو میگفتن تیمان. به خاطر همین جالب بدونید آیه داره در تورات که به تیمان اشاره شده. به خاطر همین هم اینها کوچ کردن رفتن کجا؟ شمال مدینه. برای چین یهودی از 300 سال پیش رفتن شمال مدینه؟ برای اینکه میدونستن طبق آیاتی که دارن اون پیامبر الهی اونجا خواهد آمد. رفتن اونجا که شاید آن پیغمبر از بچه های اینا باشه. سالی که پیامبر به دنیا میاد در تاریخ داریم 20 تا 40 نفر رو نام محمد میذارن، که چرا؟ به شاید این پسر همون باشه. دقت بکنید، یعنی همون سال عامل فیل. میرن شمال مدینه. اصلا یهودی تو شمال مدینه چیکار داشتن؟ نکته دیگه، چرا پیامبر مگه تو مکه ظهور نکرد؟ شروع کارش تو مکه است. چرا این همه مردم مکه که فامیلاش بودن، اینا از قبیله قریش، از بنی هاشم، انقدر معتبر و بزرگ بودن، این همه اذیت شد، اما مردم مدینه ندیده عاشق پیغمبر شدن؟ سوال اساسی ها، مردم مکه که فامیلاش انقدر اذیتش کردن، مدینه یا ندیده عاشقش شدن و قبول کردن اون پیغمبره؟ چرا؟ چون گوششون پر بود از حرفای یهودیای شمال مدینه، که هی اونا، ما تو تاریخ داریم دعواشون میشد با این عربای مدینه، میگفتن هی بینر بزن پیغمبرمون بیاد پدرتونو در میاره. پیغمبر اومد، متاسفانه به لحاظ نژادی از بنی اسماعیل نبود، از بنی اسرائیل نبود، از کی بود؟ بنی اسماعیل بود. اینا باز نژاد پرستی کردن، گفتن نه، باید از فرزندان سارا باشه. از فرزندان کی بود؟ هاجر. اصلا وعده همین بود، شروع کردن دشمنی کردن. اینه که قرآن میگه شما میشناسید. اشاره شده حتی به اون حضور عظیم که با هزاران نفر میاد. کدوم پیغمبر شما تا حالا اینجوری بوده که بیا تو فاران؟ ها، وعده الهی دقیقا شد سه دین بزرگ دنیا: یهودیت، سینا، مسیحیت، سایر، اسلام، فاران. سایر عرض کردم روستای یک کوهی نزدیکی اورشلیم. اینم گفتم که طبق کتاب پیدایش باب 21، باب 21 آیه 21 اثبات میشه که فاران جایی که اسماعیل بوده و خداوند با آن پسر بود و اون نمو کرده ساکن صحرا شد، در تیراندازی بزرگ شد و در صحرای فاران ساکن شد. این سخنرانی بعدا برای سیدیشو بگیرید دقیق گوش کنید، من نکات جدید شاید براتون باشه، تو ذهنتون نمونه، یعنی به قول بمباران اطلاعاتی بشید، بعد آرام گوش کنید بنویسید تا یادتون بمونه.
یکی از خاخامهای یهودی شیعه شده ببینید چی میگه. اما وقتی اینو شما به یهودی ها میگه چه جوابی دادن؟ اینش معرکه است. جواب براتون بگم عشق کنید. اینا اومدن خب از این واضح تر دیگه چجوری باید اشاره بشه ها؟ هیچ جوری هم نمیشه ماسمالش کرد. اومدن یه کاری کردن، داستان رو سر و ته کردن. یعنی الان همینا ها، الان تو تورات الان بری شما نگاه کنی، اول سیناست، بعد سایر، بعد فاران. منتها موقع تفسیر کردن از ته شروع کردن تفسیر کردن، گفتن خدا اول در فاران آمد، بعد در سایر، بعد در سینا. خب این یعنی چی؟ گفتن آها معنیش میشه. اول ما همینا قبول نداریم، ترتیبو به هم زدی. حکایت میره مثل چیه؟ حکایت اینه که مثلا شما بهت میگن اول قاشق را بردار، بعد غذا بکن، بعد در دهانت بگذار، بیا اینو برعکس انجام بده، از گشنگی میمیری. والا نه هیچ غذایی نمیتونه بخوره که ترتیب اینو به هم بزنی. اومدن گفتن خدا اول اومد رفت سراغ فرزندان اسماعیل در فاران، گفت وحی رو قبول میکنید؟ اونا لیاقت نداشت. بعد رفت سراغ فرزندان عیسو، این حضرت عیسی رو نمیگن ها، چون اصلا یهودی‌ها به هیچ وجه حضرت عیسی رو اصلا به پیغمبر قبول نکردن، گفتن اون شارلاتانی بود که خوب به حسابش رسیدیم، به صلیب کشیدیم، کشتیمش، بعدن هم یه نفوذی فرستادیم به اسم شاول، اسمش گذاشت پولس، دینش هم فاتحش رو خوندیم رفت. همینجوری صحبت میگن اون عیسی مسیح هنوز نیومده، این دروغگو بود. پس چی دارن میگن؟ عیسو داداش حضرت یعقوبه، داداش حضرت اسحاقه، داداش حضرت اسحاق، عذر میخوام، حضرت یعقوب عیسوه. حضرت اسحاق دو تا پسر داره، یکی یعقوب که بابا این 12 تا بنی اسرائیل به قول میشه، یکی هم عیسو. نکته جالب اشاراتی که در تورات در مورد این شده معرکه است. خود حضرت اسحاق کور میشه آخره عمرش، اینجوری گفتن، من کار ندارم، این توراتو دارم براتون میگم، کور میشه. بعد دوست داشته بعد از خودش کی پیغمبر بشه؟ عیسو. اما زن حضرت اسحاق رفقه، ربکا، همین که الان خارجه میذاره همین اسمه، او دوست داشته این یکی پسرش پیغمبر بشه. بعد پیغمبر خودم که کور بوده، از کجا میخواسته عیسو رو تشخیص بده؟ میگه عیسو بدن پشمالویی داشت. گفته خب کی به کیه؟ میگه در تورات اومد، میگه که این کور شده بود، گفت برید برام شکار بیارید، یه غذای شکاری بکنید، غذا برام درست کنید. یعقوب زودتر اومد، مادرش گفت بیا رهمان کردم، برو بگو من عیسو ام. گفت خب الان دست میشه سر کلم لو میره که، وای بی نده، ببین پشم گوسفند رو تنت کن. پشم تنت کرد، این حضرت اسحاق هم کورمال کورمال دست زد، گفت آ خودتی؟ گفت آره. گفت تو را برکت دادم، تو پیغمبر میشوی. زد پیغمبر شد. پناه بر خدا که ما اینو قبول نداریم، ما دریوری و تحریفه. بعد عیسو آمد آورد، گفت خب پدر برای شکار رفتم. گفت چند بار میای پیش من؟ گفت اولین بارمه. گفت اون کی بود؟ آقا رفت تحقیق عملو گفت این یعقوب بوده، نامردی کرده اومده اینجوری کرده. بعد گفتش خب این نمیشه که، خب نامردی من نمیخوام. حضرت اسحاق هم گفت پناه بر خدا، من کلا براحت میجویم از این حرفا، مجبورم بگم بدونید اینا چه چیزا دارن خودشون نمیگن، بعد میان گیر به قرآن میدن، میگن به رسول الله میدن. حضرت اسحاق گفت شرمنده، من یه نفر بیشتر نمیتونم برکت بدم. گفت خب بابا اون نامردی بوده، تو الان منو باید پیغمبر کنی؟ خب نمیشه دیگه، برو پی کار. اینا بنی اسرائیل خوبه بدونید با بنی عیسو هم مشکل دارن. حضرت عیسو با کی ازدواج کرد؟ با تک دختر حضرت اسماعیل، یعنی ارتباط داشتن، با دختر عموی خودش ازدواج کرد. حضرت اسماعیل یه تک دختر داشته میده به عیسو و فرزندانش هم تو تورات اومده تو کدوم نواحی ساکن شدن، اینو داشته باشه. میگه اول پس جبرئیل رفت سراغ بنی اسماعیل، گفت وحی رو قبول میکنید؟ اونا گفتن نه. بعد رفت سراغ بنی عیسو، همین عیسو، اینو با حضرت عیسی پس یکی نکنید، اشتباه نگید، اینا هم لیاقت نداشتن. بعد اومد به بنی اسرائیل داد، ما لیاقت داشتیم گرفتیم. این نور الهی که میگه، میگه بابا که سر تا گفته که اول گفته سینا بعد فلان، میگه ولش کن. بعد نکته دیگه میگیم، شما خودتون میگید که به غیر از بنی اسرائیل هیچ کس لیاقت گرفتن وحی رو نداره، درست یا نه؟ میگه بله. میگه پس چی میگه اینجا؟ کارم گیریم که درست، مگه نمیگه اومد بعد بنی اسرائیل وحی اومد، جبرئیل اومد اینجا گیر میکنن، باز یه بنده پی اضافه کردن. گفتن نه به بنی اسرائیل نگفته. گفتیم به کی گفته؟ گفت به فرشته بنی اسرائیل گفته. فرشته شون کیه؟ جبرئیل. خدا خب فرشته شما کیه؟ میکائیل. گفت اومده به جبرئیل گفته، جبرئیل گفته نه خدا حال نمی کنم وحیو نمیدم. عجب جبرئیل پررویی.
نه به بنی اسماعیل میام، نه بنی اسماعیل، هوستل نرم، با به میکائیل بگو کارتو انجام بده. به میکائیل گفت، میکائیل گفت من مخلصم هستم خدا، رفت اومد. آیه قرآنش برات بخونم عشق بکنی؟ خدا در قرآن میگه یهودیان دشمنان جبرئیلند. این چقدر زیباست این کتاب الهی، چقدر دشمن شناسی تمام و کمال آمده. خیلی میگفتن یعنی چی خدا گفته یهودی دشمن جبرئیلند، نمیفهمیدیم. حالا حاج بابای قزوینی کتاب محضر شود فی رد الیهود نوشته، خاخام یهودی شیعه شده است. این آدم همین آیه ها رو خون، گفت نامردی خدا وکیلی، این تابلو اسلام بر حقه. آمد بعد تحقیق اضافه کرد، دید نه اون 12 امام فقط در تشیع است. وقت باشه انشالله یه موقع دیگه من میام 12 امام، 12 نقیب، 12 امیر رو در روایات اهل سنت براتون اثبات کنم که وعده داده شد همه از قریشن. الان این وهابیا باید این 12 تا رو بگیرن پیدا کنن، نمیتونن جور کنن. بعد پیغمبر 12 تا خلیفه میاد، میگردن جور نمیشه، مجبور میشن کیو بیان قاطی خلفا کنن؟ یزید. عزیز من، اینی که میگم حسین ابن علی علیه السلام حق و باطل رو تا ابد از هم جدا کرد، یعنی یه پژوهشگر کش میده لاجرم به یه جایی میرسه که یا باید بپذیرد یزید بر حق است یا بپذیرد یزید ناحق است، و اینجا حجت تمام میشه. یه نفر یزید رو قبول داشته باشه. یادتونه یه کلیپی هم پخش کردیم تو همین مشهد، طرف چجوری صحبت میکرد در مورد معاویه و یزید، خاک دماغ اسب نمیدونم کیک فلان. حاج بابای قزوینی وقتی استدلال یهودی ها رو شنید که فرشته اینجوریه، بنی عیسو اونجوریان، ببینید چی گفته. یک خاخام یهودی شیعه شده، من عیناً از کتابش نقل می‌کنم براش. سبحان الله بر این عناد و لجاج و تعصب و محبت به مذهب آبا و اجداد و حب ریاست بر دنیا. ببینید حب ریاست بر دنیا شخص را به چه مهلکه ها می اندازد و کار را به چه جاها می رساند و عاقل را به چه نحو کر و کور می سازد که امور بدیهه را نفهمد. همین قلب مهر خوردن خودمون ها، دل مهر خوردنه، می بینه قبول نمی کنه و به این پریشانی سخن بگوید که مستلزم تقبیح خدا و رسول و ملائکه او شود. جبرئیلی که میگه من انجام نمیدم، برو به میکائیل بگو، حوصله ندارم، اون چیه؟ و معذالک اظهار نماید که توقع اجر رو هم از خدا دارد. نعوذ بالله من ذالک، پناه میبرم به خدا از دست اینا. ببین چی گفته؟ یکی از خودمون رو نگفتم، یکی از خودشون رو گفتم. و ما هرچه در این رساله التزام کردیم که نسبت به هیچ کس پا از جاده ادب بیرون نگذاریم و مباحثه و مجادله علمی را به مفاهشه و مراء تبدیل نکنیم، نهایت در این مقام قلم تیز رو اندکی سرکشی نمود، چنگامی انان گسیخته حرکت کرد. استغفر الله من طغیان القلم. این بنده خدا میگه من هر کاری کردم مؤدبانه باشه، این رسالم علمی باشه، دید خیلی نامرده. اینجا من یه چهار تا فوش بدم دلم خنک شه، تازه کلا مؤدب بوده فوش نداده. این جلسات ماویا چی میگی؟ خب نمیدونم، بذارید من اینم فقط بگم یه آیه مونده، کتاب زبور حضرت داوودم تموم بکنیم که فردا ما بدونم از اشعیا نبی مونده. خب وقت چون نداریم، وقت من گذشته، دو دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. کتاب مزامیر حضرت داوود علیه السلام، بازم از پیغمبرای بنی اسرائیل معروف، 2800 سال پیش کتابش، باب 84 آیه 3 به بعد، 3 تا 5، ببخشید 2 تا 5. خوشا به حال آنانی که در خانه نو ساکنند. می خوش به حال اون کسایی که میان تو خونه جدید، یه خانه‌ای که جدیده، دقت کنید، که تو را دائما تسبیح می‌خوانند صلات، عین عبارت عبریشه. جالب، هیچ کی این صلات رو ترجمه نکرده، همین صلات رو نوشته. عبری به انگلیسی نوشته صلا، اونم صلا همینجوری فارسی اومده صلا، هیچ کی هم نمیدونه چیه. حتی از انگلیسی به فارسی آوردن صلات، اون که چون نوشته S L A H، خب اینم همینجوری نوشتن، با سین نوشتن، با تای آخرش هم گرد به قولی نوشتن صلات. چون اما هیچ سندی نداره که شما اس رو حتما سین بنویسی، چون ممکن چی باشه؟ صاد باشه. داره به یه خانه نوعی اشاره میکنه که نماز قرار خونده بشه و دائما تو را تسبیح گویند. خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در توست و طریقهای تو در دلهای ایشان است، چون از وادی بکا عبور می کنند آن را چشمه می سازند. میگه از وادی بکا عبور می کنند، اونجا هم چی می کنند؟ چشمه می کنند.
سوره آل عمران آیه 93 مد نظر شریف شما باشه. تونتون براتون میخونم. پس کسانی که بعد از این حجت بر خدا دروغ بندن، البته ستمکاران هم آنها خواهند بود. بگو سخن خدا راست است، پس باید از آیین ابراهیم پیروی کنید که بر آیین پاکش توحید بود و هرگز از مشرکین نبود. اینجا رو دقت کنید، خدا داره با بنی اسرائیل صحبت میکنه، میگه بهشون بگو پیرو به حضرت ابراهیم باشید. ما همون قولی که به ابراهیم دادیم اجرا کردیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه. حضرت داوود گفت چی؟ در وادی بکا. این آیه قرآن شد چی؟ به بکه مبارک. بکا نام دیگر کجاست؟ مکه. خود اینها اذعان کردند که چی؟ نام دیگر مکه بکاست. بعضی دیگر شون آمدن ماسمالی کردن، نه آقا جای دیگری است فلان است بهمان، برای اینکه بتونن ماسمالی کنن. از این واضح و آشکارتر نبود. نمازی خونده میشه تو خونه جدید، قبله رو چرخوندن. جالب بدونید این وهابی‌ها در یک هماهنگی کامل با صهیونیستا دست گذاشتن برای تخریب مسجد ذو القبلتین، همان مسجدی که عمدن. آقا یه سوال، چرا پیامبر اول به سمت بیت المقدس نماز خون بعد چرخید به سمت مکه؟ چون اینا آیهشو داشتن، چون حجت برشون تموم بشه. برید این آیهشو تو قرآن پیدا کنید ببینید زیرش چی نوشته، تفسیرشو بخونید چی نوشته. نوشته به خاطر اینکه از ویژگی‌ها و پیشگویی‌های یهود بود خدا می‌خواست حجتو برشون تموم کنه. اینا میگفتن ای شما اگه پیغمبرتون چه، چرا به سمت خونه ما نماز میخونید؟ اول این اثبات میکنن پیغمبر در ادامه همان پیامبرانه. این یک. دو، حالا داشته باش، چرخید به بکه مبارکه، همانی که در کتاب مزامیر داوود وعدش داده شده بود و خانه نو بود. برای چی؟ برای صلات، که او را تسبیح بسیار گویند. اینا را دیدند، دیدند. منتها ایداد بر مهر خوردن دل، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. همینه. سرتون درد آوردم، عذرخواهم. بقیه بحثمون ان شاء الله فردا در خدمت شما خواهیم بود. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب از زمان شادی روح مطهر آقا رسول الله یک صلوات محمدی پسند بفرستید.